ای پیامبر، هرگز گمان مبر آنها که در راه خدا کشته شده اند مرده اند، بلکه آنها زنده اند و نزد پروردگارشان روزی داده می شوند. چشم انتظاری چه بده، چشم انتظاری چه بده، وای علی لای لای. تجمع سراسری شیرخوارگان حسینی، دست توسل مادران ده ها هزار طفل به شش ماهه کربلا برای تربیت نسل عاشورایی. حمله خمپاره‌ای تروریست‌های تکفیری به حرم حضرت زینب کبری سلام الله علیها. گنبد و حرم آسیب ندیدند، اما به یکی از گلدسته‌ها خسارت وارد شد. روز دوم گفتگوهای ایران و 5+1 در ژنو. دو طرف از احتمال توافق می‌گویند. جان کری امروز بعد از دیدار و رایزنی با نتانیاهو به گفتگوهای ژنو می‌پیوندد. آخرین خبرها از مذاکرات سوئیس. جان کری وزیر امور خارجه امریکا به ژنو می آید. رئیس جمهور آمریکا، گفتگو با ایران برای لغو تحریم ها نیست. اگر توافقی شود ما به اصل تحریم ها دست نمی زنیم. همه ی گزینه ها هم روی میز است. همانطور که قبلا هم گفتم، هیچ گزینه‌ای را در مورد ایران از روی میز بر نداشتم، از جمله گزینه نظامی. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام بر شما. همایش شیرخوارگان حسینی در سراسر کشور. در اولین جمعه از ماه محرم، مادران هزاران طفل شیرخوار در اجتماعی عظیم و پرشور بر مظلومیت طفل شهید کربلا، حضرت علی اصغر، اشک ماتم ریختند. مادران در حالی که نوزادان خود را با لباس‌های همشکل بر دست داشتند، دست توسل به باب الحوائج شش ماهه کربلا زدند و برای تربیت نسل عاشورایی دعا کردند. سر بچم روی نیزه، سر باباش رو به روشم. من قطره اشکم، اشکی که در انتظار امروز در بغض گلو گرفته نشسته و امروز برای قنچه‌ای پرپر شده در صحرای کربلا می‌گرید. امروز نمیخوام آب بخورم، به مادرم گفتم من امروز میخوام تشنگی بکشم. اگه بخواین امروز همدردی کنید با ربابه چی میگید؟ گفتن این نیست اصلا. قلبنون دل شکستش. شما در صحنه کارزار و خونین سربازی را سراغ دارید که به جای لباس رزم و کلاه خود و شمشیر قنداق به تن دارد؟ آری، من علی اصغرم، پسر حماس آفرین کربلا. تشنگیم بهانه برای یاری دادن، برای شناخت حق از باطل. شش ماهش بود اومدم بچه‌مون بیمه امام حسین کنم. ناز کرده بودم ان شاءالله اگه سال دیگه بتونم بیام اینجا، سقا براش لباس سقا بپوشونم. هم وقت بشه 6 ماهش. به خاطر حضرت علی اصغر اومدیم، اونم شیرخوار بود، بچه ما هم شیرخوار است. از تیر حلمله نمی هراسم، باید خود را به کشتی نجات رسانم. مادر، در گهواره برایم لالایی مخوان که در رویای شیرین خواب شهادت را دیدم. حضرت ابراهیم یه دونه قربانی برد، اما امام حسین خیلی قربانی اونجا داد. انشاءالله کمک بکنم بتونم بچه هامونو حسینی تربیت بکنیم.
کاش می دانستید بیتابیم برای دل سپردگی است. این لحظه نه آغوش مادر نه آب، هیچ کدام آرامم نمی کند. من دلواپس مظلوم ترین شهید کربلایم. پدر، مرا بر روی دستانت بگیر و حقانیتت را به جهانیان و تاریخ نشان بده. اونی که از حضرت علی اصغر ریق چه حرفی میتونه برای امروز ما داشته باشه؟ بیانگر اینه که شما از عزیزترین کست به خاطر تبلیغ اسلام باید گذشت کنه. امام حسین با این کارش میخواد ثابت کنه که ما برای جنگ نیومدیم، ما برای اصلاح دین جدمون اومدیم. امام حسین قضیهش توی کربلا تموم نشد، از اون موقع تا الان تاریخ این قضیه ادامه داره. امروز شیرخوارگان حسینی برای تسلای دل امام حسین علیه السلام و حضرت رباب اومدن به امام حسین علیه السلام بگن که تنها نیست و ما همه فدای توییم. برا مادر از بچهش چه سخته بی خبر باشه. شکوه اجتماع شیرخوارگان در سراسر کشور، علاوه بر تهران، زمزمه لالایی و روزه برای حضرت علی اصغر علیه السلام سراسر کشور و حتی چندین نقطه از جهان را فرا گرفت. حدود 4 میلیون نوزاد که همراه مادران خود در 2300 نقطه از ایران و جهان در اجتماع بزرگ شیرخوارگان شرکت کرده بودند، نذر یاری قیام حضرت حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف شدند. مادران عاشورایی در این اجتماع با شکوه با در آغوش کشیدن نوزادان خود در رسای طفل غرق به خون رباب یک پارچه عزاداری کردند. گهواره یکی بی خوابه، یکی تو الغمه، یکی گریونه گریونه، رباب میدونه چشم انتظاری چه بده، چشم انتظاری چه بده، رباب میدونه چشم انتظاری چه بده، چشم انتظاری دیگه آخری. علی به میدون اومده، علی به میدون، علی لای لای، چشم فرشته ها خون باره برای مادر بیچاره، چشم فرشته ها خون باره برای مادر بیچاره، رو نیزه ها دیگه سیرابه. حمله خمپا